سرخط خبرها، واکنش ترامپ به حمله سپاه به مواضع نیروهای آمریکا در عراق، نگاه به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق و اعلام جزئیات از حملات سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. واکنش پرزیدنت ترامپ به حملات سپاه و مواضع نیروهای آمریکا در عراق. همه چیز خوب است. قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین واکنش به حمله سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق بامداد چهارشنبه 18 جدی نوشت: همه چیز خوب است. موشک ها از ایران به سوی دو پایگاه نظامی در عراق شلیک شده بود. ارزیابی تلفات و خسارات در دست انجام شد. تاکنون همه چیز خوب است. ما با فاصله زیاد با دیگران نیرومندترین و مجهزترین ارتش جهان را داریم. من فردا صبح بیانیه صادر خواهم کرد. سه شنبه شب سپاه پاسداران به عین الاسد، پایگاه بزرگ محل استقرار نیروهای آمریکایی در غرب عراق، همچنین محل کنسولگری آمریکا در اربیل حمله موشکی و راکتی کردند. پنتاگون در بیانیه که ساعت بعد نشر شد خبر داد که پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکا در اربیل نیز هدف قرار گرفته است. پنتاگون ساعت بعد در بیانیه نوشت: ایران در تاریخ 7 جنوری حوالی ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا بیش از 12 فروند موشک بالستیک را به سوی نیروی نظامی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در عراق شلیک کرد. روشن است که این موشک ها از ایران شلیک شده و دست کم دو پایگاه نظامی عراق در الاسد و اربیل را که میزبان پرسنل نظامی آمریکا و نیروهای ائتلاف هستند هدف قرار دادند. سه شنبه شب پرزیدنت ترامپ جلسه با تیم امنیت ملی خود برگزار کرد. در این جلسه مایک اسپر وزیر دفاع، مایک پومپیو وزیر خارجه و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حضور داشتند. جمعه گذشته آمریکا با فرمان پرزیدنت ترامپ قاسم سلیمانی و معاون حشد الشعبا را در نزدیکی فرودگاه بغداد کشت. پرزیدنت ترامپ میگوید که دستور حمله موشکی به فرمانده پیشین نیروی قدس را او صادر کرد، زیرا سلیمانی سازماندهنده حملات به آمریکایی ها و عراقی ها بود و قصد انجام تروریستی بیشتری را داشت. وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه 15 جدی در یک توییت نوشت: سلیمانی قهرمان نبود، او قاتل ایرانی ها، آمریکایی ها و هزاران تن دیگر بود. بیانیه وزارت دفاع آمریکا درباره حمله سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق. جانان هافمن، معاون روابط عمومی وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه جزئیات حملات ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق را اعلام کرد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است: ایران در تاریخ 7 جنوری حوالی ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا بیش از 12 فروند موشک بالستیک را به سوی نیروهای نظامی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در عراق شلیک کرد. روشن است که این موشک ها از ایران شلیک شده و دست کم دو پایگاه نظامی عراق در عین الاسد و اربیل را که میزبان پرسنل نظامی آمریکا و نیروهای ائتلاف هستند هدف قرار دادند. ما در حال حاضر انجام ارزیابی های اولیه از خسارات وارده را اجرا کردیم. وزارت دفاع آمریکا در روزهای اخیر و در واکنش به تهدیدها و اقدامات ایران همه آمادگی مناسب برای محافظت از پرسنل و شرکایمان را اتخاذ کرده ایم. به دلیل وجود نشانه های حاکی از نقشه رژیم ایران برای حمله به نیروها و منافعمان در منطقه، این پایگاه ها در وضعیت هشدار بالا قرار داشتند. ما در حالی که مشغول ارزیابی وضعیت و واکنش ها هستیم
هم اقدامات لازم برای محافظت و دفاع از پرسنل، شرکا و همپیمانان ایالات متحده در منطقه را انجام خواهیم داد. به دلیل ماهیت این وضعیت، ما به روزرسانی و ارائه تازه ترین اخبار را ادامه می دهیم. نگاه به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق هدف حمله سپاه قرار گرفت. دومین پایگاه هوایی بزرگ عراق. پایگاه هوایی عین الاسد در عراق میزبان نیروهای پشتیبانی هوایی ایالات متحده آمریکا است و همان پایگاه است که پرزیدنت ترامپ در سال 2018 در زمان سفر به عراق وارد آن شد و با نیروهای آمریکایی دیدار کرد. این پایگاه هوایی دومین پایگاه هوایی بزرگ عراق محسوب می شود که در آستان انبار در غرب عراق واقع شده است. پایگاه الاسد یکی از مکانهایی است که آمریکا نیروهای پشتیبانی هوایی خود را در آن مستقر کرده که در زمان جنگ با حکومت اسلامی یا داعش از آن هواپیماها برای بمباردمان به خطوط نبرد اعزام می شدند. واکنش نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان. از نزدیک وضعیت موجود در پی حمله به نیروهای نظامی آمریکا در عراق را دنبال می کنم. باید از تامین امنیت نیروهایمان مطمئن شویم. مایک پنس با تیم امنیت ملی کاخ سفید در تماس است و طبق دستور پرزیدنت ترامپ، مایک پنس سران کنگره را هم از آخرین اخبار مطلع کرده است. همچنان العربیه فارسی گزارش می‌دهد ارتش اسرائیل در حال آماده باش کامل قرار گرفته است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده خواستار کاهش تنش‌ها با ایران است، اما آمریکا آماده است تا هر جنگی را که آغاز شود تمام کند.